سلام دوستان، خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. بچه ها یه موضوع خیلی مهم بود، میخواستیم راجبش صحبت کنیم. خیلی وقت هم بود، قرار بود درستش کنیم، هنوز فرصت نشده واسه درست کردن تله زنبور. به قدر میگفتم اول یه توضیح بهتون بدم که ببینین شاید خودتون فعلا بتونین درستش کنین اگه نیاز مبرم دارین. خب بچه ها نگاه کنین، این توری که شما دارین میبینین همین توری که ما واسه کفی کفباز استفاده کردیم. شما میتونید از توریهای متفاوتی واسه این تله درست کنین. بچه ها نگاه کنین، توری کاملا گرد شده، سر و تهش پوشیده شده، پلم شده. این یه قسمتشه، یه قسمت داخل این تله هستش. بچه ها این کفیه که میبینین ما اینجا استفاده کردیم، وسطش یه سوراخی به قطر تقریبا 5 تا 7 سانت زدیم. این قطر اون سوراخ بعدا داخل اونم روش یه دونه توری استوانه شکل اومده رو همون سوراخ. بچه ها اگه بتونیم ببینینش قشنگ، بزنین راه دور نشون بدم بهتر دیده میشه. رو همون سوراخ یه توری استوانه شکل داره که کامل سوراخو پوشونده که از بغلای اون توری نیام بیرون، فقط از داخل همون استوانه یه زنبورا بیان بیرون. بعد روش بازه. زنبورا وقتی به صورت عمودی پرواز میکنن میان از داخل اون سوراخ بالا، دیگه داخلش گیر میکنن، چون که زنبور زرد اصولا پروازش به صورت ارتفاع هستش، یعنی اول کار ارتفاع میگیره بعدن به صورت طولی حرکت میکنه. به خاطر همین این سبک تله همیشه جواب میده، داخلش هم که میتونیم ببینیم. بعد دقیقاً زیرش نگاه کنین، یکی از بهترین تومه توی این فصل کیک گرده است که فوق العاده زنبور زرد رو جذب میکنه. شما دقیقاً زیر اون محفظه یا اون سوراخی که واسش درست کردین میذارین، زنبور زرد وقتی میخوره به صورت عمود که پرواز میکنه داخل اون استوانه گیر میکنه و میاد بالا و داخل این توری گیر میکنه. به این شکل بچه ها، خیلی راحته. بازم اگه سوال خاصی داشتین بپرسین. ما گفتیم که اول کار یه توضیح کامل در مورد این تله بهتون بدیم تا زمانی که ایشالله بتونیم درستش کنیم. خیلی دوستون دارم درستش کنین، حتما بذارینش. تو این فصل خیلی زنبور زرد زیاده، چون اینم فصل تخم ریزی و کمبود پروتئین گیاهی داره، به خاطر همین میاد واسه غارت کردن داخل خود کندوها، به خاطر همین که انقدر کیک گرده رو دوست داره. خیلی دوستتون داریم، خیلی مخلصیم. پس دوباره بهتون میگم، این توری فلزی به صورت استوانه محفظ، اول کار شما یه کفی واسش درست کنید، یه دونه محفظه سوراخ وسط به قطر 5 تا 7 سانت، دور اون سوراخ یه دونه استوانه 10 تا 12 سانتی از توری کوچیک، بعد دورش هم یه استوانه بزرگ کاملا پلم. شما دیگه اصلا احتیاج نیست داخلشو خالی کنین، مورچه ها زحمتشون میکشن واسه تون. خیلی دوستتون داریم، مخلصیم.